فیلم دو کله شق از این قراره که یه پیرمرد از دو تا دوست میخواد که دخترش رو که توی یه کافه تو کشور امارات زندگی میکنه به بندر بیارن. دو تا رفیق با لنج عازم امارات میشن و دختر رو برخلاف میلش برمیگردونن. دخترم به همین خاطر قصد داره دوستی این دو تا رفیق رو به هم بزنه. فیلم دو کله شق محصول سال 1356. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چند دفعه میخواستن منو ببرن تلویزیون اما چطوری شد کوفتی؟ سلامتو خوردی؟ میگم که بنام چیزه نشکنه نه تو بمیری بشکنه تو یه احمقی فهمیدی؟ احمق هفت جهت تو آبادت بکش پشت دوری یه آدم از خود راضی مزخرفی مزخرف پیکر قناسته میمونه بدتر چی؟ جهت تو آبادت سه جفری جن جفری آینه رو بده به خانم خودشونو توش برنداز کنه خودم آینه بده به جمده چشمانه نکبتی جانی دوست بی پدر مادر بی شور میبین عجب فامیل محترمی داره سه جفری اسم و فامیل خانم خوب بشنو و یاد بگیر و یادداشت کن یادداشت کنم کجا بذارم هر چه دلت خواست بذار باشه میذارم تو پاژو میذارم رو اجاق که دهن بکشه باشه حالا نشونت میدم یکی طلبه باشه تا بی حساب شی فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیعی و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده. در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چی؟ بازی نمیکنی؟ آخه چرا؟ این چه که منه؟ تو دیگه چیزی واسه باختن نداری؟ داری؟ نه نداره خب حالا اگه حسابی خوشحال شدی میتونی بری کجا بره؟ اون باید با من بازی کنه اگه بازی کنم و ببرم چی رو بردم؟ این حرف خودته یادت میاد؟ دیگه بازی فایده ای نداره همه خستن پولام همش یه طرفه حاضرشو بریم مهدی نه اوسا من باش بازی میکنم نه ترس من بازی میکنم مرد اما فقط یه دست تمام پولایی که ازت بردم در مقابل یه چیز در مقابل چی؟ اگه تو بردی تمام پولایی که ازت بردم بهت پس میدم اما اگه من بردم باید رضایت بدی که دخترت زن من بشه شدی؟ بذار خودش جواب بده باورم نمیشه که تو همون مهدی برادر من باشی یه روزی منم اینطوری بودم داداش باورم نمیشد بعضی کارا کار تو باشه جوابم بده باختر موافقی؟ نه بلندتر بگو پدر بده بشنوه نه صبر کن رو همه پولای تو هرچی هم که خودم پول دارم اضافه میکنم خب حالا چی میگی؟ پدر این دیگه فکر کردن نداره جوابشو بده و بزن تو دهنش نه نه بفرش اون نه پدر نه جواب توی فیلم بی‌حجاب مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش ضیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن زیا به مکه میره توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه من میکنه مسلم که با رقاصی به اسم کلثوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم تو همونی که اون شب اومدی تو اتاق من؟ ای بابا من تو؟ من؟ آره تو میگفتی دنبالم کردن میخوان بکشنم کیا؟ منو؟ مگه بچه ای؟ مرد میخوام جلو روم جرأت کنه سر مرغ ای دروغگو کجا؟ با این لباسا کجا؟ چی کار داری میخوام برم خونم
خب بیا من میرسونم. موتور که هست. هست که هست. میخوام با تاکسی برم. میدونم چجوری ببرمه. اینجا تاکسی کجا بوده؟ میترسی با من بیای؟ میترسم. بگیرم اسمت چیه؟ سارا. اسم منم مسلمه. پسراجی هم هستم. از اون خیابون برو. خودم بلدم. تو از کجا بلدی؟ ای بابا چی خیال کردی؟ برایم خیابون 12 ما رو دست کم گرفتی؟ میگن دروغ خوب کم حافظه. ای بابا ببینم تو اصلا چی کاره ای؟ روشن واسه چی برام کرده بودی؟ والا حرفه اصلیم روکم کنیه. اون دفعه هم یه خود روکم کرده بودم. شغل شریفی داری؟ چه کنیم دیگه؟ بابام گفته عمرمو صرف خدمت به مردم بکنم. اگر صرف داری سارا؟ چرا؟ تنه چه داغه؟ پشتم سو؟ لوس. شوخی کردم بابا بچست بود. ها بایسته دیگه من همینجا پیاده کن. ای بابا ولی انگار هنوز مون ببینم تو همیشه این موقع میای خرید سارا؟ فیلم رفیق به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1354. رضا که به اقدس علاقه داره با ذبیح عهد می‌بندند که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا برای حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر میشه و به حبس میفته. اقدس از مشهد به تهران میاد و به دنبال رضا میگرده. اون به خونه توران خانوم پناه میبره و ذبیح با دیدن اقدس به اون دل میبنده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اون کار نمیکنه آقا، بی خود زاق نزن. اون خانوم چی بود؟ خانوم چیه؟ گم شدتونو پیدا کردی؟ میگم اون کی بود؟ آذره، بچه خوزستانه. باباش رفته زیر ماشین، کفاش بوده، ننم نداره. 3 سالم از اینجا پیش من کار میکنه. یه تونش هم 20 تومنه. الانم تو استراحت بستته؟ من میخوام باهاش حرف بزنم. ای بابا، گفتم که آقا تو استراحته. من کارش ندارم، فقط میخوام باهاش حرف بزنم. این که نمیشه، اقلا یه جتون بگی. جتون بفرم. آقا اصل کار یادت رفت. یا بالا اتاق چارو. بله. چه حالی وای پیدا میشن واسه 2 کلو 20 تومن نمیده. بیا چرا اقدس؟ چرا اینجا؟ من رضا. تو چی؟ من چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینجا قلعه نیست؟ میخوای بگی اینجا خونه توران نیست؟ میخوای بگی من دارم خواب میبینم تو اقدس نیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو بگو اون اقدس پاک و تمیز، اون اقدس محروم مرد و این زنی که اینجا نشسته یه عرضه پسته که ناموسشو بود. فیلم سینمایی برای که قلب ها میتپد که تو سال 1350 ساخته شده، داستان مثلث عشقی بین فرهاد نازی و رضاست که از کودکی با هم بزرگ شدن. فرهاد به وکالت مشغوله و رضا زندگیش رو به بتالت میگذرونه. فرهاد به خاطر رضا از عشقش صرف نظر کرده، اما پدر نازی رضا رو به دامادی قبول نمیکنه. رضا درس میخونه، به خدمت میره و مفقود میشه. اون توی روز ازدواج فرهاد و نازی برمیگرده. بخشایی از فیلم برای که قلب ها میتپد رو با هم تماشا میکنیم. اون کار نمیکنه آقا، بی خود زاق نزن. اون خانوم چی بود؟ خانوم چیه؟ گم شدتونو پیدا کردی؟ میگم اون کی بود؟ آذره،
بچه خوزستانه، باباش رفته زیر ماشین، کفاش بوده، نانم نداره. سه سالم از اینجا پیش من کار میکنه، یه تونش هم 20 تومنه. الانم تو استراحت بفتته؟ من میخوام باهاش حرف بزنم. ای بابا، گفتم که آقا تو استراحته. من کارش ندارم، فقط میخوام باهاش حرف بزنم. این که نمیشه، اقلا یه جتون بگی. جتون بفرمی. آقا اصل کاری یادت رفت. یا بالا اتاق چارو. بله. چه حالی وای پیدا میشن واسه 2 کلو 20 تومن نمیده. بیا. چرا اقدس؟ چرا اینجا؟ من ریزا. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینجا قلعه نیست؟ میخوای بگی اینجا خونه توران نیست؟ میخوای بگی من دارم خواب میبینم تو اقدس نیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو بگو اون اقدس پاک و تمیز، اون اقدس محروم مرد و این زنی که اینجا نشسته یه عرضه پسته که ناموسشو با چند تا اسکناس ناقابل میفروشه. یه بگو.